بعد از کشمکشی که شهرام و سپیده سر جایزه ویژه سریال سردردهای مشرجب داشتن و فداکاری که هر دوشون به خاطر مازیار کردن، نیمچه امیدی در دل من زنده شد که هیچ بعید نیست دوباره بتونن در کنار هم زندگی کنن، مخصوصا که شهرام دوباره ازش خواستگاری کرده بود. هرچند جواب سپیده به شهرام منفی بود و حق هم داشت که به این راحتی قبول نکنه، ولی یه حسی به من میگفت که این دوتا به زودی دوباره زندگی مشترکشون رو شروع میکنن. اما شهرام دوباره هممون رو غافل گیر کرد. مدتی بود که در تئاتری با بازیگری به نام بهار هم بازی شده و بهش علاقه مند شده بود. با اینکه میدونستم شهرام چقدر احساساتیه، با فهمیدن این موضوع خیلی شوکه شدم. متاسفانه روز به روز بیشتر مطمئن میشدم که برادر لوس من تکلیفش با زندگی مشخص نیست و واقعا سرگردونه. خیلی حرصم گرفت و تصمیم گرفتم تو این قضیه اصلا کمکی بهش نکنم. تو چرا فکر کردی من روزی 40-50 هزار تومان پول دست گل باید بدم که تو ببری دو دستی تقدیم کنی به کارگردانمون؟ تقصیر خودت بود. بهم چشقوره رفتی، ترسیدم گل دادم به کارگردانمون. خواهر من دیروز چشقوره رفتم. دیروز داشتی اومدی سمت من، چشقوره رفتم که برو سمت بهار خانم. امروز چشقوره نرفتم که تو دست گل دادی به کارگردانمون. خودش دستشو دراز کرد. فکر کرد مثل دیروز میخوام گل بدم به اون. منم هول شدم گل دادم بهش. ای بابا گند زدی دیگه، گند زدی، خراب کردی. اگه من همچین کاری کرده بودم تو و شیوا یک سال منو مسخره میکردین. حالا که طوری نشده. چرا طوری نشده؟ خیلی هم طوری شده. منظورم اینه که 20 خورده دیگه اجرا دارین دیگه. من تو یکی از این روزا یه دست گل میگیرم میارم خدمت بهار خانم، خوبه؟ تو فکر کردی من از این اجرای روزی چقدر میگیرم که 40-50 هزار تومانشو دست گل بخرم بدم به تو که تقدیم کنی به کارگردانمون؟ خودم پولشو میدم. بعدم شهرام جان، دست گل دادن من چه فایده ای داره آخه؟ این همه مردم بعد اجرا میان بهش دست گل میدن، بعد اون میره یکی یکی میپرسه ببخشید چرا به من دست گل دادین، منظور خاصی داشتین؟ نه خیر، نمیره بپرسه، چون اونا فک و فامیل و آشناهاشن. میره از اونی که غریبه است میپرسه چرا دست گل آوردی. تو هم بهش میگفتی جریان چیه، گوشی رو میدادی دستش، منم برنده میشدم. تو و شیوا تا حالا هیچ کار خیری برای من انجام ندادید. خیر سرم دو تا خواهر دارم. من دو تا چه خبرت؟ من دو تا خواهر سرت. ای این بچه تو زخو میده. سلام. هر شب برنامه همینه دیگه. یکی نباید پیش این بچه بیچاره بمونه. این طفلی از تنهایی میترسه. پس عمه کجاست؟ با نیما رفتن نمایشگاه نقاشی. هرچی به مازیار گفتم خونه ما نمون، میگه میخوام رو تخت خودم بخوابم. حالا تو چه تچر بوخ کردی؟ دختره به جواب منفی داده. خب حقم داره، برای چی دختری که تا حالا ازدواج نکرده بعد به تو جواب مثبت بده؟ چرا نباید بهم جواب مثبت بده؟ مگه چمه کجم، دزدم، معتادم، سابقه دارم؟ اصلا ولش کن، بحث کردن راجع به این چیزا با تو فایده نداره. پاشین بیا اینو ور غذا رو گرم می‌کنم، بیا غذا بخوری. پاشین. اگه این نامرد بی معرفت میرفت حرف میزد همه چی درست میشد. این بلده. بله، حال کردی؟ حال اینه، نگاه کن. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. به من صدم باید دوبلیک بزنم. شما 12 و 9 تا عقب. تو خیلی تخمه اینقدر عقبم؟ بله شما خیلی عقب. در دیوار که امتیاز محسوب نمیشه که. نه حالا اشکال نداره، یه دو سه تا این دوبلا سوبلا میزنم میام امتیاز منم میره بالا. نه شما دوبل سوب طلبتون، تخته رو بزن. خیلی خوب شانس آوردی. آخه چه مسخره می‌کنی؟ چه مسخره می‌کنی؟ برو واسه اونجا من دو تا دیگه بزنم. زدی خب الان من نوبت منه. آ بزن منم چم کنی. بیا. خیلی لهجتونو دوست دارم. خیلی بامزه. آره، حالا چی؟ منو فاضل خیلی بلد نیستی باباهامون رو بعد ببینی. آره، راست میگه. بزن بابا بیا بزن. بچه‌تون بزن، به مریض داریم. آ راست میگه. آره. لیلی هم ببین حالا کجا باید بریم الان واسه مریض؟ صبر کن الان بهت میگم. آریا شهر و پونک، تازه دوتان بین مریض داریم. بخشید بین مریض دیگه چه صیغه‌ایه؟ یعنی شما وقتی دوتا مریض رو باید برین ویزیت کنین، بینش هم بیرین مریضای دیگر رو میبینین. من مطبه. خواستم کلاس بذارم، یعنی سرتون خیلی شلوغه. فرزا جان، شما نمیخواد تو کار لیلی هم دخالت کن. کارش درسته، خودش میدونه چی کار باید بکنه. اوه، دستم ند گرفت. بح 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 بح، فازل چه خربوزی. آخش
مسی فرزاد، میخوای یه راهی بهت نشون بدم که یه ساله بار زندگی تو ببندی؟ راستش من 10 ساله میخوام ببندم، نمیشه. چجوری یه ساله ببندم؟ معلان تو راهش رو درست نرفتی دیگه. من ولی یه راهی بهت نشون میدم که عرض 1 سال به همه چی تو زندگی برسی، خونه داشته باشی، ویلا داشته باشی، ماشین داشته فهمیدم. باشی، حساب پرپول داشته باشی. خیلی راه جدیدی هم نیست، خیلی ها رفتم ولی تش سر از زندان در آوردن. فاضل جون من اهل دزدی مزدی و نمیدونم نه نیست. یا جب آدمی مگه من دزدم که به تو همچین پیشنهادی بدم؟ نه حالا دارم میگم، یعنی که من از این چیزا که داری میگی فقط از همین راه به دست میاد دیگه، دزدی و کلاهبرداری و اختلاس و اینا دیگه. نه بابا نه، ببین من بهت اصلا ولش کن، اصلا ولش کن، من معذرت میخوام، اصلا ولش کن، بگذار بدم علامت بنام، اینم درآورم. حالا قرار نکن ببینیم چراییه. نه حالا بگو، حالا همینجوری بگو بدون چرایی چی می‌خواد بگه. نه بگو، منم خیلی کنجکاو شدم. به خاطر لیلی. جراحی زیبایی. نفهمیدی یعنی چی؟ چه ربطی داره به من اون وقت؟ مگه تو دکتر نیستی؟ من دکترم، دکتر عمومی هم هستم. خب دکتر عمومی هست، خیلی هم خوبه. من آمار گرفتم، درصدی از اینای کسایی که جراحی زیبایی انجام میدن دکتر عمومی هم. این آمار دقیق رو از کجا گرفتی شما؟ از کف جامعه، از وسط خیابون. اصلا تو میدونی هزینه یه عمل بینی چقدره؟ برو بالا، چند میلیون؟ آمار دقیق دارم. میدونی چقدر طول میکشه هر عمل بینی؟ تری طول نمیکشه، سرپایی. آره، میدونی در روز چند تا میتونی عمل انجام بدی؟ خیلی دقیق میدونم. میدونی در روز تو چقدر میتونی کاسب بشی؟ برو بالا. از چی؟ از 10-15-20 میلیون. بده؟ نه حالا گرفتم، ولی من تخصص این کار رو ندارم، جون مردمم که بازیچه نیست. پس؟ میگم تخصص نمیخواد، با من شنیدم یه دکتر عمومی بعد از 1-2 ماه لم کار دستش میاد. بله ولی خب فازی جان کار درستی نیست دیگه عزیز من، کار درستی نیست. حالا تو کار درست و با وسواس انجام بده. حرفا میزنم. میدونی تو چند میلیارد میتونی کاسب بشی؟ ها؟ اصلا من و لیلی هم کمک میکنیم واسه مشتری میاریم. تا کی میخوام که پشت موتور بشینی قن 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 بری آمپول بزنی؟ اولا من آمپول زن نیستم، دوم من اصلا من آمپول زنم باشم به این کارا که شما میگی خیلی کار من نسبت به اینا شرافتمندانه تره. بابا جان من جون مردمه، من اصلا نمیخوام، من دوست دارم به همین گوشه بشینم با نون و ماست خودم و همینا راضیم. بابا من دارم بهت میگم این راهی که دارم بهت میگم شما عرض 1 سال با زندگی نمیخوام. میگم گوش کن عزیزم، من میگم اصلا حرفش هم جلوی من نزن. این چیزی که داری میگی از هر نجسی نجستره. آدمی که میخواد از پولت خون و جون مردم استفاده کنه از هر نجسی نجستره. حالا کجا میری؟ مگه ما قرار نبود بریم الان مریض ببینیم؟ خود دارم میرم آماده شم دیگه. لیلی خانم دست شما درد نکنه، زحمت دادم بهتون. خواهش میکنم، اختیار دارین، خونه خودتونه. نه خواهش میکنم، خونه امید ماست، با اجازه. من بردم، میدونستم آقا فرزاد قبول نمیکنه، آدم حسابیه. بله شما بردین، بنده هم باختم، ولی واقعا خوشحال شدم چیز کرده، قبول نکرد، حتی وسوسه هم نشد. من باید ببریم اون رستورانی که گفتم شام بدی. چشم. اینجوری قبول نیست، بفهمید. لیلی هم میبرمت همون همون رستورانی که دوست داشتی، میبرمت همونجا، ولی واقعا کارش درسته، وجدان داره، خیلی وجدان. به من میگی، من روش قسم میخورم. به این زودی آماده شدی؟ نه خواستم ببینم که این جراحی پلاستیکی که گفتی الان صحبتش شده اینا، وقت شما قشنگ میتونین مشتریاشو پیدا کنین دیگه. بابت میگم که گفتم امتحانش ضرری نداره، شاید مثلا اونم یه نیمچه استعدادی هم داشته باشم. ها لیلی هم من از این جوراب واریسی هم میخوام. آقا شهران، امیلی اجرا؟ بله، خداحافظ. موفق باش، خدا نگهدار. آیه فاضل خان نمیای؟ فرزاد جون یه چیزی ازت بخوام، رو زمین نمیندازی. نه عزیزم بگو، خواهش کنم. برو به شیوا بگو بیاد با بهار صحبت کنه. خواهرمه، برام یه دستی بالا بزن.
بابا جان من منو بی خودی درگیر این ماجرا نکن. نمیاد شیوا دیگه، میدونی که اگه به خاطر سپیده است بین من و سپیده همه چی تموم شده. برو بهش بگو ما دیگه نمیخوایم اصلا با هم زندگی کنیم. پس مریضی دوباره رفتی خواستگاری؟ غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم. سپیدم که جواب خواستگاریمو رد کرد دیگه. خسته شدم از مجردی، میخوام یه سر سامونی بگیرم. بابا جان ببین تو خودت شیوا رو بهتر از من میشناسی دیگه. زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین، نمیکنه این کارو، نمیره دیگه. سلام. ببخشید شهرام جون، با اجازه. ببین بی خود دور بر خودت نچرخ. برو عمه خانم صحبت کن، اونو بفرست جلو. عمه کارو خراب میکنه. فاضل آقا اصلا بد میشه. بابا شما توانایی عمه خانم دست کم گرفتی. بفرست جلو. زی بابا بیا دیگه. اومدم. آقا تو نمیخوای دعوتمون کنی این جنگ بلک بازی تو ببینی؟ خسیس. گدا. آقای دلگشا، حالا من هی حرف خودمو بزنم شما حرف خودتونو. من قصد ازدواج ندارم. آقا من اصلا قصد ازدواج ندارم. نه میتونین تماس بگیریم، ولی روزی 3-4 بار دیگه. آخه 20 بار زنگ میزنین شما. باشه. بله خداحافظ. وای کلافه میکنه آدمو. حالا ولش کن. چی میگی عمه؟ باشه من حرفی ندارم. ایول دمت گرم. آخ چیه؟ خیلی خب میرم باهاش حرف میزنم دیگه. بابا با خودش نکه، با باباش. آخه با باباش اول بذار با خودش حرف بزنم بفهمم از دیدنش چیه، میخواد نمیخواد. من میدونم میخواد، جوابش مثبته. مطمئنی؟ آره بابا خیلی هم بهم علاقه منده. خودش گفته بهت علاقه داره؟ اوایل فکر میکردم به خاطر نقششه، چون داریم رومئو و جولیت رو کار میکنیم. خوندی همه؟ فیلمشو دیدم. آها من نقش رومئو رو بازی میکنم، بهار نقش جولیت رو بازی میکنه. اوایل فکر میکردم به خاطر نقششه که به من میخواد ابراز عشق کنه، بغض میکنه. بعد دیدم که نه، اصلا انگار همین جوریه. به احسان گفتم، گفت اونم دوستت داره بابا، اصلا اگه بهش بگی شاید پس بیفته. احسان کی اون وقت؟ کارگردانمونه. آره بهش گفتم، گفت که اونم به تو علاقمند، اصلا جوابش مثبته، ولی تو باید ببینی مزه دهن باباشیه. گفتم چرا؟ گفت به خاطر که باباش از این بازاری پولداراست، این تنها بچهش، خیلی روش حساسه. گفت ولی الان نرو بهش بگو، وسط اجرای نقشتونم با هم دیگه است، یه وقت اون نقشش خراب نشه یا مثلا رابطتون به مشکل نخوره، بذار بعد اجرا. ولی من نمیتونم عمه، دوست دارم همین الان بدونم مزه دهن باباش چیه. شهرام احیانا این دختره از این سن و سال دارای عشق ازدواج نیست؟ نه بابا 25 سالشه. پس زشته. عمه سلیقه من تو میدونی، ببینی میگی آفرین شهرام. پس خنگه. یعنی چی خنگه؟ بابا همه بازیگر حرفه‌ای تئاتر کلی جایزه بازیگری داره. آخه اگه هیچ کدوم اینا نیست پس چرا باید به تو جواب مثبت بده؟ شما هم که مثل شیوا حرف میزنی. من چمه مگه؟ نه قربونه دارم، تو چیزیت نیست، تو که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم، ولی آخه تو مرد ازدواج نیستی. اگه موندنی بودی که با سپیده میموندی. تو ارزی زن نگهداری نداری که. دست شما درد نکنه. نه من بیشور و نفهمم عمه. من بیشور و نفهمم که به خواهر و عمم میگم بیان برای من آستین بالا بزنن. دست شما درد نکنه. خدافظ. نه نه حالا چرا قهر میکنی اینه بچه ها؟ باشه حرف میزنم. آه دست درد نکنم. فقط چجوری باید باش حرف بزنم؟ خیلی با کلاس و مؤدب. تو صورتش هم نگاه نکن. نه منظورم اینه که کجا ببینمش، چجوری قرار بذارم. خب بابا باید. آها چیز باباش داره امروز میاد نمایش ما رو میبینه. شما بیا اونجا، اونجا هم دیگه رو میبینیم. امروز که دیگه دیره، نمیشه. چرا بابا میشه؟ 2 ساعت دیگه اجرای ماه. شما سریع حاضر شید، منم به احسان میگم صندلیاتونو بذاره کنار هم، تو اونجا راحت بتونید با هم دیگه حرف بزنید. باشه قربونت برم عمه، سریع. منم به احسان الان زنگ میزنم. من پایینم. باید متوجه باشی که یارنگیلی جای یه دختر جمعون. چرا اون رفت؟ سلام، امه نایمده انو؟ نه آه. حالا باید برنامه روزی کنیم. تو به خاطر خونه تازه احتیاج به لباس پیدا داری. کجا مونده؟ بلا باید خودش تبینی بگیره. کجا؟
خب بگو ببینم. هیچ. هیچ. همین دیگه. هیچ. بابا 3-4 ساعت نمایش ما تموم شد، این عمه کجا مونده؟ عمه رو که میشناسی، تا نتیجه نگیره ول نمیکنه. آره من از همون اولم باید میرفتم سراغ عمه، الکی وقتمو با تو و شیوا هدر دادم. شیوا که تاخچه بالا میذاشت، تو هم فقط 100 و خورده هزار تومن پول گل رو دست من گذاشتی. نمیخوام حالتو بگیرم، ولی تو اینجور مواقع رکورد عمه زیر 1 ساعته. منظور چیه؟ اگه انقدر طولانی شده حتما مذاکرات بیخ پیدا کرده. غمجی منفی نده دیگه. حالا نگران نشو، اگه عمه تا الان مقاومت کرده کوتاه نیومده دیگه کوتاه نمیاد. اینم انرژی مثبت. حالا بذار من فیلممو نگاه کنم. ببین فیلمت رو ببین. شهرام حالا مازیار رو میخوای چیکار کنی؟ میذارم پرورشگاه دیگه، بچه‌مه دیگه، یعنی چی کار میخوای بکنی؟ منظورم اینه که چجوری میخوای بهش بگی که واسهش نامادری میاری؟ نامادری؟ اه هل کن الان یه حرف رو نامادری رو نگه وقت جلوشا فیلمت ببین. نفر من داره به در اصلی سوره نخدش میشه. سلام. اه عمه کجایی بابا؟ های خیلی خوب، چه خبرته؟ ددری شدی یا؟ به دعوت بابای بهار ستایی رفت نمیشم بیرون، خیلی خوش گذشت. واقعا؟ ای والا همه دمت گرم. خیلی خوب چی شد؟ ببین آدم های خوبی هست، یه ذره باباش از این حسابگرهای دو دو تا چارتایی هست، ولی آدم خوبیه. دیدی گفتم سلیقه‌مو حال کردی، خیلی آدمای با کلاسی هن. همه مثل اینکه خیلی بهتون خوش گذشت، چند وقت بود ندیده بودم اینقدر سر حال باشین. آره خیلی خوش گذشت، اینقدرم غذا خوردم دارم میترکم. خب عمه چی شد؟ باشو صحبت کردی جوابشو مثبت بود؟ نه مثبت بود، گفتشی حله همه چی؟ راستش باباش مخالفه. چرا؟ خب یه عالمه دلایلشو گفت که همش هم درست بود. چه دلایلی؟ خب یکی این که تو قبلا ازدواج کردی، دو این که بچه داری، سه این که درآمد درست حسابی نداری. بازم بگم؟ ای احسان دهنلق، برای چی اینا رو بهش گفته؟ چیا رو؟ همینا رو که من قبلا ازدواج کردم بچه دارم. نه احسان نگفت، من گفتم. چرا گفتی؟ یعنی چی؟ خب نباید میگفتم. نه میگفتی، الان نمیگفتی. پس کی میگفتم؟ چه میدونم، هر موقعی که جواب مثبت ازشون میگرفتیم. برو بابا. بابا عمه همه چی رو خراب کردی، آخه برای چی این کارو کردی بهشون گفتی؟ بابا چرا گفتی من زن داشتم؟ شهرام چی میگی؟ منو فرستادی به مردم دروغ دونگ بگم، خب بالاخره که میفهمیدن. بله میفهمیدن، باید میفهمیدن، ولی موقعی که کار از کار گذشته بود. وای نگو این حرفا، یعنی چی؟ شیوا حق داره، تو یه چیزیت میشه. بله من یه چیزی میشه اصلا، من بعدم شما خوبی. چه میدونم، شهرام میگفتش که این دختره بهش علاقه مند و اینا، من که اصلا همچین حسی هم نگرفتم. چی بگم، شهرام دیگه. چی تماشا میکنی؟ نظر عجب روز شلوغی بود. آره همه چی گفتم؟ گفتم این کاری میکنم مریض از سر کولت بالا بره، حالا یواش یواش باید چهارم روزیش کنیم. آقا مگه من بردتم؟ من همینشم دیگه نمیکشم، اینجوری خسته میشم. فازی جان نه ترسی، دکتر اضافه میکنیم، ویزیت شبو کلا میریم نسو. بگو بخوای کار کاسبی را بندازه دیگه. فرزو تو عجب بی چشم و روی هستی، دارم کسب و کار خودتو گسترش میدم، میخوام یه کاری بکنم، بشینی تو خونه جمع نخوری فقط نظارت کنی. بس بگو منو میخوای خونه نشین کنی دیگه. بس تو فایده نداره. بده عشق بده. فوزی فوزی بیا دیگه. ببین داستانی که در موردش صحبت کردیم، عمل زیبایی و اینا، بیا واسه خورده جدی‌تر راجبش حرف بزنیم. ببین میشه جدی‌تر راجبش صحبت نکنیم بی خیال شی؟ خودت پیشنهاد دادی. آقا من یه غلطی کردم، داشتم تو رو امتحان می‌کردم. یعنی چی؟ برای چی این غلط؟ برای چی من امتحان کردی؟ می‌خواستم ببینم چقدر وجدان کاری داری. خب دیدی که وجدان کاریم زیاده. بله تا دیروز زیاد بود، ولی امروز از صبح تا حالا انقدر گفتین مغز من سوراخ شد. بابا مگه تو جراح زیبایی هستی می‌خوای همچین کاری بکنی؟ تو خودت برگشتی گفتی من آمار گرفتم، بیشتر این کسایی که جراح زیبایی می‌کنن پزشک عمومی بودن. آقا من یه مزخرفی گفتم.
میخوایی بلای سر مردم بیاری؟ نه عزیز من از اوناش نیستم که من اصلا کاری نمیکنم که حتی یه قطره خونه بی خودی از دماغ کسی بیاد. بازی جا من خسته شدم اینقدر این پیک موتوری رفتم در خونه اینو. فرزاد جان عزیزم اینو بی خیال شو، خواهش میکنم. آبا میرسی یکی بزن تو گوشم. برای چی؟ شما بزن محکم هم بزن تو گوشم. برای چی بزنم شما محکم؟ بزن محکم بزن. اوف فرزاد جان لطف کن که این ماجرای جراحی زیبایی و بیخیال شو، پیش لیلی هم حرفی نزن باشه. بابا اون که خودش موافق بود. نبود. چرا بود آقا؟ نبود. داشتیم شوخی میکردیم، ما شرط بسته بودیم اگه تو قبول بکنی اون یه جفت جوراب واریز واسه من بخره، اگه قبول نکنی من یه شب شام ببرمش بیرون. طفلی هم از شامه با اون هم بعد یه جفت جوراب واریز بخره. آخه یعنی چی جوراب؟ آخه ای چه شوخی، چه شرط بیمزه لوسی شما بستی؟ آخه بیمزه بود از صبح مخ منو. بیبرو گیره خواب به من دستور نده، به من دستور نده آقا، بالا سر من که نیستی که. راست میگه، لطف کن یه مقدار پول من بده بعد لیلی و شام ببرم اینجا. بگه اینو بده. با این چه حساب کتاب نداره؟ با این دوتا رو بده من دیگه، همچین میشموره چی؟ این دوتا رو من بزن به حساب خودتا، به حساب من نزنی هم. به حساب من برای چی؟ شاکشو من خوردم، دارم آبرو تو پیشش میخرم. میخوام بگم اینقدر از دستم شاکی شدی به خاطر پیشنهادم، زدی تو گوشم اینم جانگشته. پس برای همین هی میگفتی بزن تو گوشم، محکم بزن تو گوشم. نه، عمل چک خوردن دارم، خمار بودم، میخواستم حالم خوب شه. وای الان چقدر حالم خوبه. وحشی بیورو گیر خواب. نابغه است. بله همین دیگه، این تفکر داره که تو هر انسانی یه حیوان وجود داره که به موقع بروز میکنه. بله. نه همه رو یه جا میخره؟ واقعا؟ چند اون وقت؟ بله ببخشید من پشت خطی دارم، میشه بعدا من زنگ میزنم. بفرمایین. نه متاسفانه به جا نیوردم. شما؟ سلام، حال شما خوب هستین؟ اختیار دارین؟ دیشب خیلی بهتون زحمت دادم. بهار جان خوبن؟ بله شهرامم خوبه، شهرامم خوبه. بله نه فردا شب؟ بله خواهش میکنم تشریف بیارین. نه قدمتون سر چشم، مراهمین میبینیم ازون. بله خدافز. آقای اردلان بود، فرداشم میخوام بیان خونم. چون ایول یه آخ یعنی چی کار دارن؟ واسه چی میخوام بیان؟ خب اگه نظرشون منفیه برای چی میخوام بیان؟ چه میدونم، منم مثل تو. ولی میگم خب شاید نظرشون عوض شده ها. نظرشون هم عوض شده باشه دلیل نداره اونا بیان اینجا. میتونم بگم ما نظرمون تقریبا مثبت، اجازه میدیم شما برین اونجا. شما یعنی کی؟ شما شهرام دیگه. نه خودتو کنار نکش. یعنی چی شیفا؟ تازه من میخوام امشب هم شما بیاین. نه مثلا به خیال منو فرضت شما. یعنی چی؟ خب یعنی همین دیگه، حالا ان شاءالله هر وقت وسطشون سر گرفت تو عروسیشون میان. آخه شیفا چی میگی تو؟ خب بر فرض که برادرت یه رفتار اشتباهی داره، تو که نباید رفتار اونجوری داشته باشی. تو میخواستی بانه این وصلت نپوشی که نیستی دیگه. دیگه خواهری کو در حقش. به جون شیفا. به جون شیفا اصلا من ناراحت میشم اگه نیای. باشه چشم. خبر خوب، یه نفر پیدا شده میخواد تمام تابلوهای نیما رو یه جا بخره. نه بعد بگو با چه قیمتی؟ فوق‌العاده، هر تابلو 5 میلیون. وای نه شوخی میکنم. تازه دو تا از کاراش هم میخوام بفرستم فستیوال یونیسف توکیو. این بچه نابغه. نیمای من. نه نیمای من، خودم کشفش کردم. حق کپی‌رایتش هم مال منه. خیلی خب الان بیا اونور رو تمیز کنی کمکم. خیلی خب من یه دقیقه چیز بنویسم الان. باشه
فرزاد جانم یه بچه رو بفرست برم نیما پاشه دیگه مامانه بچه ها بلنشین برین خونه همون فاضلینا تا ما بگیم خب باریکلا دست شما درد نکنه خاله رو اذیت نکنینا شیبا جون مطمئنی نمیخوای بمونم کمکت کنم نه لیلی جون شما هم که زحمت بچه‌ها رو میکشی خیلی هم ممنون خواهش میکنم چه زحمتی شایدی جون شما میای دیگه منم الان میام لیلی منتظرم خدا نگهدار خیلی ممنون خدا به به شادومان این خوبه آره خیلی خوبه فقط قبلا عروس خانم تنت نیده اینو نمیدونم شاید آهای بس برو عوض کن برو عوض کن ای فرزاد چرا اذیتش میکنی؟ شهرام نمیخواد عوض کنی بیا همین خوبه من که رفت گناه داره اذیتش نکن اون خودش بنزه کافی دست پاچه هست آره این عروس خانوم ها شده واقعا خب حق داری دارم میان خواستگاریش خب ببین شهرام ببین هر موقع من گفتم چای رو بیارا حواست هم باشی چایی آوردی یه موقع سینی رو چپ نکنی رو پای دامان برو خودت مسخره کن ببین عجله نکن با این شانسی که تو داری من مطمئنم حتی سنم پزشکیانم میاد خواستگاری این فاضل که ما هرچی بهش گفتیم عقل نداشت بره اونو بگیره تو یکی این موقعیت رو از دست نده قشنگ تمرکز کن بی خیال این بهار خانم شو تمرکز کن انرژی مثبت بفرست خود سنم پزشکیان میاد خواستگاری تو با دیگه بزن بهتر از اینم گیرت نمیاد دیگه خونه دار پولدار سرشناس تحصیل کرده فرزاد جون ببخشید تو بس که خیلی درگیره این سنم پزشکیانی ها میخوای خودت آستین بالا بزنی بابا شیبا جون دارم مسخره بازی در میارم وگرنه ما کجا با اونا کجا جنازه سنمم رو دوش منو شهرام نمیذاره میگم درگیرشی بگو نه نه بابا جدیش نکن دیگه دارم شوخی میکنم دیگه اومدم جانم سلام علیکم بله بله خیلی خوش آمدین طبقه اول با عهد سمت چپ خودشونن اومدن ببین فرزاد زیر زیرکی سر به سر شهرام نذاری اینجلو مهمونا هول میشه ها آه نبا من چی کارش دارم اوه کتم اونا بشیدن